بزرگی در افغانستان نه. از جمله مبارزه با تروریسم، مبارزه با فساد اداری و برخی مسائل دیگه پیشتون آمده از آغاز شد. اختلاف میان مقامات ردی اول نظامی سیاسی افغانستان در اعتبار حضور یا عدم حضور نظامی های آمریکایی در افغانستان، بحث تداخل مستقیم FBI در بررسی جرایم سنگین در افغانستان و بحث جواسیس تقریباً یک بحث بسیار جدی بود که جناب آقای مامون هم مطرح کرد. چی نقطه‌ای را این به دنبال خواهد داشت؟ چی خواهد شد با انعکاس این؟ معمولاً حامد کرزی جمهور افغانستان است هجوم تبلیغاتی غرب از طریق واشنگتن پست، نیویورک تایمز و دیگر رسانه‌ها شکایت کردند. آقای مامون به این عقیده است که آمریکایی‌ها یا در مجموع غرب در صدد تغییر اوضاع در هر ریاست جمهوری هستند. چقدر تغییرات در اینجا جدی خواهد بود؟ من هم با حرفای آقای مامون توافق دارم. من فکر می‌کنم که تضاد بین آقای رئیس جمهور حامد کرزی و مقامات آمریکایی به حدی رسیده که جای اشتی دیگر وجود نداره. بنابراین هر کس به نحو خود، بخصوصا غربی ها و دولت افغانستان، تیشه ای را برداشته تا ریشه یکی دیگر را قطع کنه. اون ریشه تا وقتی قطع خواهد شد که یک تغییر بنیادی در وضعیت موجود ایجاد شد. من فکر میکنم که با همین تبلیغاتی که واشنگتن پوست میکنه و همین جواسیسی را که در بدن نظام، یعنی من پیشترم تکرار کردم که در عرب یعنی قلب نظام، در قلب نظام CIA داخل کرده، ایران داخل کرده، پاکستان داخل کرده، این زامت، این رهبری با این وضعیت دیگه نمیتونه ماموریت خود دوام بده. یا باید تغییری بنیادی ایجاد کنه، وجودش که غربی ها کثیف کردن، قلبش که حال تخریب کاراره رشه دوانده، یا تصفیه کنه یا به این ماموریت ودا کنه. در غیر از اون دوام ماموریت نیست. مردم و علت دیگه که غربی ها منافع خود را تعقیب میکنند در افغانستان بدون شک، جواسیسی را تربیه میکنند که تا روزانه با اونا راپور بده، اطلاع بده، و این جواسوس متاسفانه که ظاهرا باید اونا را افغان گفت، در معنا وطن فروش و وجدان باید گفت، اینها هستند. وقتی که اینا مقرر میشن به داخل ارگ، چرا اینا تشخیص نمیشن که اینا از جمله وطن فروش ها هستند؟ با بکس خوری آمدن، با بکس پر میرن. کسایی که اینا رو مقرر میکنه، توظیف میکنه، این کار شده نمیتونه که هر ادعایی که یک باشن پوست یا دیگه علیه ما بکنه، ما بگویم دروغ است. ما منکر یکی دروغ، دو تا دروغ، سه تا دروغ میگن که ده بکس دلار رفت، همین ده تاش که دروغ یکش خلاص خواهد بود. در اول این اقدام رئیس جمهور چی باید بکنه؟ رئیس جمهور بدنایش متاسفانه چهار طرفش خونی بسیار خرابی گرفته، این خون باید تصفیه کنه، این خون یک بار تصفیه کنه، این خون باید یک بار تصفیه کنه. حالا جواسیس وطن فروشا از پاکستان، از ایران، از امریکا و از کشورهای دیگه در بدن رئیس جمهور، در زیر چپن رئیس جمهور که واسطرا جلد میگه، در زیر چپن رئیس جمهور رسیده. هم فکر میکنید که تمام این چیزا به دست رئیس جمهور است و رئیس جمهور میتونه قادر به حل تمام موضوعات است، در حالی که میگید قضیه سیاست بزرگ افغانستان یک قضیه بین المللی. من وقتی که رئیس جمهور امرالله صالح و حنیف اتمر را با یک اشاره دور کرده میتونه، یک رئیس جاسوس دور کرده نمیتونه. رئیس جمهور میتونه، مشروط بر این که رئیس جمهور مصمم باشه و قاطع عمل کنه و رئیس جمهور از این معامله گری ها بگذره که فلانی خفن شد. جناب رئیس جمهور بدانه که یک فردی در داخل ارم، در شورای امنیت، در پهلوی دکتر سبسپاه، او واشنگتن پست نشون کنه که این از CIA ماشون گرفته، برای مردم افغانستان، برای زعامت افغانستان ننگ است، برای کسانی که این اداره رهبری میکنه شرم است. نزدیکی رئیس جمهور با ایران و پاکستان تقریبا نگرانی هم افسر با ایران نگرانی هایی بود که ایالات متحده آمریکا از دیر به این طرف نگران از این اوضاع است که افغانستان با ایران نزدیک نشد، چون دشمنی عمیق آمریکا و ایران میتونه که برای آمریکا بسیار خطرات جدی در این سیاست گذاری شده منطقه و افغانستان و دنبال داشته باشه.